مشکلات آموزش آنلاین برای دانش آموزان، افزایش استفاده از ربات‌های انتقال دهنده اشیا، تأثیر بحران ویروس کرونا بر هالیوود و سایر گزارش‌های دیگر در کاروان، ویژه برنامه تکنولوژی از صدای آمریکا. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. سازگار شدن با آموزش آنلاین برای همه و به ویژه به افراد ناشنوا و کمشنوا میتواند بسیار دشوار باشد. آموزگاران زبان اشاری آمریکایی میخواهند برای غلبه با مشکلاتی که به دلیل بحران ویروس کرونا به میان آمده است، منابع آموزش آنلاین را برای افراد ناشنوا ایجاد کنند. شرح بیشتر در این گزارش. از آنجا که بسیاری از مؤسسات آموزشی به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا به تدریس آنلاین رو آوردند، دانش آموزان و آموزگاران ناشنوا و کمشنوای پانتون گلودت با مشکلات روبرو هستند. زبان اشاره آمریکایی سی بودی است و در آن وضعیت چهره و حرکات بدن وجود دارد که برای ابراز مفاهیم به کار برده می شود. بنابراین در آموزش آنلاین این کار دو بودی نیز می شود. نه تنها مشکل زبان اشاره بلکه نبود مواد درسی آنلاین نیز برای آموزگاران و دانش آموزان یک چالش است. شماری از آموزگاران با استفاده از زبان اشاره آمریکایی دست به تهیه ویدیوها زدند. دو هفته نخست آموزش آنلاین خیلی ناامید کننده بود. من شب و روز کار کردم تا اینها را تهیه کنم. بسیاری از آموزگاران ناشنوا برای خود منابع تهیه می کنند، زیرا این اپلیکیشن هایی که توسط سازمان ها و شرکت ها ارائه می شوند مجهز با زبان اشاره آمریکایی نیست و ما نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. منابع وجود ندارد و ما با مشکلات روبرو هستیم. کودکان ناشنوا و کمشنوا نیز نیاز مبرم به منابع آموزشی آنلاین دارند. ملیسا مالز کوهن، مسئول لابراتوار دیجیتال پوانتون گلودات، فرزند ناشنوا دارد و خواندن زیرنویس های موجود در اکثر اپلیکیشن ها برای پسر 7 ساله او مشکل است. پسر ناشنوای من باید از من بپرسد که برنامه ها چی میگویند. من زیرنویسی ها را میخوانم و با اشاره او را میفهمانم. بنابراین ما باید منابع بیشتر را برای کودکان ناشنوا تهیه کنیم که به زبان اشاره آمریکایی بیان شده باشد تا به دسترس خوانندگان جوان ناشنوا قرار گیرد. من در جریان این همگیری متوجه این خلا شدم. خانم مالز کوهن و تیم همراهش یک اپلیکیشن جدید قصه ها را انکشاف دادن که برای کودکان خردسال در دو زبان قصه ها، فعالیت های هنری و فعالیت های سرگرم کننده را فراهم می کند. در طی دو ماه گذشته بیشتر از 1500 خانواده کاربر این اپلیکیشن شدند. با این حال رفتن به پوانتون و تعامل با آموزگاران و همسالان برای دانش آموزان ناشنوا و کمشنوا بسیار مهم است، به ویژه برای آن دانش آموزانی که والدینشان با زبان اشاره آشنا نیستند و در معرض منزوی شدن و از دست دادن انگیزه آموزش قرار دارند. کودکان شنوا در مقایسه با ناشنوا دسترسی فوری به اطلاعات دارند. اگر بتوانیم با هم کار کنیم تا برای کودکان ناشنوا چیزی بسازیم، خواهیم توانست کمبود منابع را که آنها تجربه می کنند جبران کنیم. در سیستم آنلاین پوانتون باستن و بخش کتابخانه تدریسی ناشنوایان آن بیش از 600 ویدیوی آموزشی به زبان اشاره آمریکایی که از دوره ابتدایی تا لیسه می باشد به نشر رسیده است. اما این کافی نیست و در این وضعیت بحرانی برای دانش آموزان و آموزگاران ناشنوا باید کارهای زیادی انجام شود. I think this will help us understand what it means to have an online learning experience. فکر میکنم این ما را کمک خواهد کرد تجربه آموزش آنلاین را بهتر درک کنیم. به ویژه نظر من درباره کودکان این است که آموزش دیجیتال باید یکی از چندین انتخاب برای آنها باشد و نباید روش اصلی آموزش باشد. در کالیفرنیا په سیلیکون ولی کې د ټکنالوژۍ ځوانو متخصصینو په وینزویلا کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره یوه ټولنه جوړه کړې ده. دغه ټولنه
کود فار وینزویلا نومیږي او تر ټولو تازه ابتکار یې له خلکو سره د کووید 19 ناروغۍ په هکله د معلوماتو د پیدا کولو په برخه کې مرسته کول دي. نورحال ریپورټ. د کالیفورنیا د سلیکان والی سیمه د فیسبوک، ګوګل او د اپل د مشهورو شرکتونو د مرکزي دفترونو د کوربتوب ترڅنګ د خلاقو نظریو او د ټکنالوژۍ د متشبثینو د راټولیدنې مرکز هم دی. د ټکنالوژۍ د متشبثینو یوه ډله غواړي چې د وینزویلا له خلکو سره چې له سیاسي او بشري بحران سره مخامخ دي مرسته وکړي. نوسوتروس تنیموس اپروکسیمادامنته اون انیو ای میدیو ترابهاندو ان استه پروژکتو. موږ په دې پروژه باندې د شاوخوا یو نیم کال لپاره کار وکړ. سیسکو کې ترلاسه کړې وینزویلا ته یې انتقال کړو او هلته د ټولنې د ښېګڼې لپاره ورڅخه ګټه واخلو. اغلی ویسواس د کود فار وینزویلا ټولنې غړی دی. د دغې ټولنې 14 غړي د ټکنالوژۍ، ډیزاین، هنر او مارکیټینګ په برخو کې تخصص لري. دوی له وینزویلا سره د مرستې په خاطر وخت ناوخت سره ویني. موږ د هغو کسانو د پیدا کولو په لټه کې یو چې په وینزویلا کې له موجوده ستونزو سره آشنایي ولري. په همدې خاطر موږ له هغو مؤسسو او افرادو سره ګورو چې په وینزویلا کې کار کوي. د دوی له لومړیو پروژو څخه یوه هم د یوه هکتان یا داسې یوې غونډې جوړولو چې دوه درې ورځې دوام وکړي او د خلکو بیلابیل ګروپونه د کمپیوټر د پروګرام جوړولو او د ټکنالوژۍ د انکشافاتو په هکله خبرې او بحث وکړي. په هغه وخت کې په وینزویلا کې په ټویټر باندې د عامه خدماتو هشتګ ډیر مشهور و. کله به چې خلکو په رستامل ګورویو ته اړتیا لرله نو ټویټ به یې وکړ او کوم کس به چې دغه درمل درلودل ځواب به یې ورکړ. د کورونا ویروس له راتګ سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې قرنطین اعلان شو او په وینزویلا کې هم دغه ناروغي خپره شوه. په همدې وخت کې د کووید وینزویلا بات اپلیکیشن هم جوړ شو. موږ پریکړه وکړه داسې یو اپلیکیشن جوړ کړو چې په ناروغۍ اخته کس او هغه کسان چې په ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي کشف کړي او هغه کسان معلوم کړي چې عاجلې درملنې ته ضرورت لري. د کود فار وینزویلا ټولنې غړي وایي د دوی ډېر هغه ابتکارات چې دوی په وینزویلا کې د پلي کېدو هیله درلوده په دغه هیواد کې د خوراکي توکو او درملو د کمښت او د برق د پرچاوۍ له امله له پلان سره سم نه دي عملي شوي. د کمپیوټر کور په نامه د ویرجینیا په ایالت کې یوه خیریه ټولنه له کم عاید لرونکو مهاجرو سره د کمپیوټر په زده کړه کې مرسته کوي تر څو دوی وکولی شي ځان ته کارونه پیدا کړي. خو کورونا ویروس د دغې ټولنې کار سخت کړی ځکه لږ شمېر زده کوونکي په خپلو کورونو کې کمپیوټرونو او انټرنټ ته لاسرسی لري. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. د کمپیوټر کور خیریه ټولنه له شاوخوا شلو کلونو راهیسې لږ عاید لرونکو مهاجرو ته د کمپیوټر مرکز د معلوماتو له مخې په 2019 کال کې په هرو لسو هغو کورنیو کې چې کلنی عاید یې له 10,000 امریکایي ډالرو ټیټ و څلور یې په کور کې کمپیوټر نه درلود. زموږ ماموریت د پاخه عمر او لږ عاید لرونکو کسانو سره مرسته ده چې دندې د پیدا کولو لپاره د کمپیوټر ابتدایي زده کړو ته ضرورت لري. دغه موسسه خوندکو تر دې د مدرسه کسانو ته د کمپیوټر د کارولو اساسات ورخودلې دي. د کمپیوټر کور موسسه د کوونکو له شاوخوا شپیتو هیوادونو راغلي مهاجر دي چې په شاوخوا سلو ژبو خبرې کوي. د زده کوونکو اوسط عمر د 50 او 55 کلونو تر منځ دی. د څه کسان مو هم شاګردان پاتې شوي دي چې په امریکا کې شل کاله تیر کړي او تابعیت هم اخیستې. ځینې نور بیا تازه راغلي دي. ډېر شمېر زده کوونکي مو هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې د کمپیوټر له انقلابه شاته پاتې شوي دي. د قرنطین پر مهال دغه موسسه د تدریس په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وه ځکه ډېرو زده کوونکو په کور کې کمپیوټر نه درلود. په همدې خاطر دوی پریکړه وکړه چې په زده کوونکو باندې مستعمل کمپیوټرونه وویشي. We started our sort of computer giveaway ministry where we started asking among the mraso da ratolawle yow campaign shuru kar che par ratol kado paiso e arzan bae masamal computer na wopiru aw po khpalay da har zakawun ke korta intiqal ko aw kala che do computer khpal korta yusi da telephone la lare ur sara tamas ni suche sangai tanjim ki pa natije ki tu wakawlay shwal che pa online bani dars ta dawam rkri da do da zakawun ko aw ya fisada khizidi. I knew how struggling and how hard it is to زه پوهیدلم چې د وظیفې پیدا کول او د کمپیوټر د مهارت زده کول ډیر سخت کار دی. که تاسو د کمپیوټر ابتدایي زده کړه ونه لرئ
نو د کار پیدا کول درته سخت دي. په خاصه توګه د کرونا وایروس په دې سختو حالاتو کې زموږ ډیرو پخوانیو زده کوونکو چې پخوای دنده درلودې اوس اوسګار شوي. خیریه الګوش په 1994 کال کې له لبنان څخه امریکا ته راغله. هغه تیر 15 کاله په داسې ځایونو کې کار کړی چې د کمپیوټر زده کړې ته پکې اړتیا نه وه. په تیرو 2 کلونو کې د ماشومانو په روزنتون کې له ښوونکو سره مرسته کوله. هغه بل اخر خپل لور وهڅوله چې له کمپیوټر سره آشنا شي. زه په کمپیوټر باندې په پوهېدو سره د راحتۍ احساس کوم. ما د پروګرامولو، د اسنادو د فایلولو، د اسنادو د فایلونو د جوړولو، اکسل او پاورپوینټ په حق له هیڅ معلومات نه درلودل. د ژبې زده کول راته ډیر سخت و. مخکې مې په یوه لاس ټایپ کوو، اوس یې په دواړو لاسونو کولی شم. ګټند تدیش له ایتوپیا نه راغلی. هغه د اوبر ټکسي چلوي. نوموړی وایي کله چې په امریکا کې د کرونا وایروس له امله قرنټین پلی شو، د ده د سورلی شمیر په بې ساري بڼې کم شو او هغه بالاخره د زده کړې لپاره وخت پیدا کړ. I would like to work on computer for my career. So زه غواړم چې په راتلونکي کې د دندې د پیدا کولو لپاره کمپیوټر زده کړم. دا زما لپاره یو ښه پایل دی. زه ډیر خوښ یم. د کمپیوټر د سم ټول کارکونکي ډیر مهربانه خلک دي او لمک سره ډیر مرسته کوي. کارپوهان وایي ډیر خلک په تیره بیا د پاخو مرکزان فکر کوي چې دوی کمپیوټر نشي زده کولی، خو د کمپیوټر کور ښوونکي د دې ښه مثال دی چې دغه کار شونی دی، ځکه دوی هم په پاخو عمر کې کمپیوټر زده کوي. به حال مروری داریم بر خبرهای از جهان تکنولوژی و مطالبی که این هفته در رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافته. در این بخش جیلا جان نوری ما را از خانه خودم راهی میکنه. سلام جیلا جان. درود جان، سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های برنامه کاروان. این هفته باز هم برخی از گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که به توجه رسانه‌ها و در بخش رسانه‌های اجتماعی با معلومات بیشتر از تازه‌های تکنولوژی با شما خواهیم بود. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، مغازه زنجیره آمریکایی CVS که در آمریکا بر علاوه لوازم آرایش و اجناس دوا فروشی نیز دارد، به دلیل وضعیت ویروس کرونا موتورهای خودکار نیرو را برای رسانیدن داروها و برخی اجناس ضروری مشتریان به خانه‌هایشان استفاده می‌کند. مغازه CVS در منطقه هیوستن ایالت تگزاس با کمک ربات نیرو برای آن عده از مریضانی که نمی‌توانند دنبال دواهای خود بیایند، دواهایشان را می‌رساند. شرکت ربات سازی نیرو مستقر در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا اعلام کرده است که خدمات انتقال در مرحله نخست توسط موتورهای خودکار پریوس، در مراحل بعدی توسط ربات R2 که دارای سرعت کم میباشد اجرا خواهد شد. این ربات ها با تایید هویت مشتری بسته دوای اجناس را برایشان میدهند. در گزارش دیگر از هالند، در رستوران در هالند ربات های آدم نمای ایمی، اکر و جیمز با عنوان پیشخدمت کار میکنند. این ربات‌ها فرمایشات نوشابه و غذاهای مشتریان را برآورده می‌سازند. هر سه ربات در شهر مستریخ در رستوران کنار هم کار می‌کنند و مشتری را متوجه می‌سازند تا از هم دور باشند. با دستانشان پتنوس‌های نوشابه و غذاها را می‌رسانند. مشتریان باید نوشابه‌ها را خودشان از پتنوس‌ها بردارند. این رستوران از اول ماه جون برای مشتریان باز شده است. در رستوران حدود 30 مهمان را همزمان می‌پذیرند. همه باید از همدیگر در فاصله 2 متری بنشینند. و در گزارشی از بلژیک، خط‌های ریل در بلژیک گزینه‌های کمره‌های هوشمند را امتحان می‌کنند که با سنسر کارمندان را نظارت می‌کنند که باید ماسک بپوشند و فاصله را از همدیگر مراعات کنند. از هفته‌های آینده کمره‌های هوشمند در 5 بخش مهم ایستگاه‌های ریل در بلژیک نصب خواهد شد. کمره‌های هوشمند کارمندان دارای خدمات قطار آهن بلژیک الفرابل را نظارت خواهد کرد و در صورتی که متوجه کارمندان بدون ماسک شوند یا اگر نزدیک هم نشسته باشند هشدار صوتی می‌دهد. کمره‌ها کارمندان را موقعی هستند با ماسک شناسایی می‌کنند. در میان
سر گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته که در صفحات مختلف منتشر شده است، از جمله شرکت گوگل گزینه جی پی اس خود را با معلومات تازه برای کمک به کسایی که به شهرهای مختلف تردد میکنند اپدیت کرده یا اضافه کرده، و در نقشه گوگل از وضعیت کرونا، ازدحام مردم و سایر معلومات مرتبط با او اضافه شده است. در نوع تولید تازه تلفن های هوشمند، شرکت سامسونگ اعلان کرده که تلفن های جدید S20, S20 Plus و S20 Ultra را عرضه می کنند. این در قرار است که تلفن های جدید سامسونگ با کامره های پیشرفته و همچنان اینترنت سریع 5G دیزاین شدن و در ماه آگوست به بازار عرضه می شود. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در ایالت ایلینوی نوع وسیله 3D را به نام هوکی ساخته شده که در اصل کلی بند است اما مثل دسته میماند، و این معنی که این کلی به شکل دسته بر افراد کمک میکنه که بدون دست زدن به دروازه ورودی یا لفت یا دروازه های دیگر اون را بتارن که واز کنند تا به ویروس کرونا مبتلا نشن. قیمت این وسیله $15 است. شرکت تکنولوژی ریزر که بیشتر لپتاپ‌های بازی گیم‌ها و سایر تولیدات تکنولوژی را تولید می‌کنند، این هفته یک وسیله جدید را به نام کیشی تولید کرده که در رقابت با نینتندو سویچ ساخته شده، و این وسیله برای بازی گیم‌ها روی تلفن و تبلت و غیره دیزاین شده که بیشتر به عنوان کنترلر گیم شناخته میشه و دیزاین از او دست خسته نمی کنه و بازی گیم ها را در صفحه کوچکتر یعنی موبایل و تبلت هم جالب بسازه. یه هفته شرکت پلی‌استیشن نسخه دوم گیم پرطرفدار دستینی دوره عرضه کرد. این گیم با کاراکترهای شناخته شده از او به نام The Light Beyond یا فراتر از روشنایی با نیمیشنهای پیشرفته و کیفیت بالای صدا دیزاین شده است. و در بین چینل های یوتیوب که معلومات مربوط تکنولوژی در هفته پست میکنند، یفته یکی از چینل های یوتیوب به نام مک رمرز با شما انتخاب کردیم که اگر علاقمند تولیدات تلفن ها یا در مجموع شرکت اپل هستین، از این چینل میتونین که معلومات به دست بیارین. برخی از مشخصات مربوط سافتویر های تلفن های آیفون و همچنان لپتاپ و تبلت های آیپد همه در این چینل پست شدن. اسم چینل را یادداشت کنین و این معلومات خودتان میتونه که دنبال کنین. مک رمرز. این بود مرور کوتاه با برخی از گزارش‌های جالب جهان تکنولوژی که در صفحات مختلف منتشر شده بود. اکنون شما میتونین که ادامه برنامه را با گزارش‌های جالب با همکارم داود صدیقی دنبال کنین. د ډیزاین په برخه کې یوې پیړۍ پرمختګ سره سره البته کې تر اوسه د مرغانو په شان مانور نشي کولای. د مرغانو د الوتنې په هکله د ښه پوهاوي د پیدا کولو په خاطر د سنفورد پوهنتون کې میخانیکي انجینرانو له واقعي بڼکو، کاغذ او ربړ څخه یوه روباتیکه کوتره جوړه کړې ده. موږ تفصیل په دغه رپورټ کې. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ښاري سیمو اوسیدونکو کوترو ته په کمه سترګه کتلي، خو ډیوډ لینتک ورته د اهمیت په سترګه ګوري. د کوترو الوتنه مې ډیره خوښیږي. کوترې ډیرې ښې الوتونکې دي. د الوتنې وړتیا ته یې دومره پام نه دی شوی. ډیر قوي الوتونکې دي. په ډیرو پیچلو چاپیریالونو کې الوتنه کولی شي. زموږ ښارونه واقعا ډیر پیچلي محیطونه دي. لینتک میخانیکي انجینیر دی چې د ښو الوتونکو روباتونو د جوړولو لپاره د مرغانو مطالعه کوي. په داسې حال کې چې ډرونونه او د الوتکو نور نوي ډولونه په ښاري سیمو کې عمومیت پیدا کوي، د کوترو د الوتنې له ډول څخه ډېر شیان زده کیدلی شي. هوایي روباتونه او هغه ډرونونه چې د ګوګل او امازون شرکتونه یې د مالونو د انتقال لپاره جوړوي، په دې ډول محیطونو کې الوتنه کوي. په دغو پیچلو محیطونو کې هر ځای باد وي. موږ ته معلومه شوه چې کوترې ورسره کومه ستونزه نه لري. د کوترو د الوتنې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ښاغلي لینتک ټیم یوه مصنوعي کوتره جوړه کړه. په هر مانور او په هرې الوتنه کې یو متفاوت شکل تر ټولو غوره دی. په همدې خاطر مرغان هر وخت خپل شکل بدلوي. ټیم معلومه کړه هغه پیچلي شکلونه چې مرغان یې غوره کوي په ساده میخانیک سره ترلاسه کیدلی شي. There's this
elastic ligament په بناکو کې د ارتجایی خاصیت لرونکې یو بند موجود دی چې کله وزرونه د ننه او د باندې خواته حرکت کوي په اتومات ډول د ټولو بناکو موقعیت له سره ویشي. دوی همدارنګه ومندل چې ډیر کوچنی چنګکونه د بناکو د ډیر خبرېدو مخنیسی. د پیجن بات روبات خای د الوتکو په ډیزاینولو کې بنیادی تغییرات را منسکړي، خو په پایل کې خای د کوچنی او بستو د انتقال لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. کله چې دا ډول یو روبات د مرغانو په شان نرم وي، نو د انسانانو تعامل ورسره اسانه کیږي. د بستو د انتقال د 2-0 کوترې په توګه. شماری از شرکت های تکنولوژی در حال ساختن روبات های مختلف برای انتقال اشیا هستند. برخی از این روبات ها برای انتقال اشیا در داخل ساختمان ها و برخی هم برای انتقال بسته ها در جاده ها طراحی شده است. در این گزارش مشاهده می کنیم که چی چیزها توسط این روبات ها انتقال داده می شود و چه نیازی برای این روبات ها وجود دارد. شرح بیشتر در این گزارش. موترهای باربری به اندازه های مختلف در حال جاده های امروزی را پر کرده است که شما می توانید فقط با یک کلیک اشیای مورد نظرتان را آنلاین خریداری کنید و در پشت در خانه به دست دارید. ایوو بینیالو، بنیانگذار شرکت اینوویا در ایتالیا می گوید که با گسترش تجارت آنلاین رانندگان موترهای باربری نیاز به کمک خواهند داشت. روبات ها با موترها و بایسکل ها مدغم خواهد شد. این همان آینده است که ما پیش بینی میکنیم. این نوع ربات را به نام یپ یاد میکنند و به منظور کمک به رانندگان طراحی شده است که بسته ها را انتقال میدهند. مشتری با اسکن کردن کد QR مانند این میتواند در ربات را باز کند. ممکن در داخل ربات چندین محافظه وجود داشته باشد و مشتری خواهد توانست که نامه یا بسته را دریافت کند. بینیالو میگوید که یپ می تواند غذا و یا نامه را در اوقات انتقال دهد که انسان ها نمی توانند. اگر شما می خواهید بسته را شب انتقال دهید، اگر می خواهید خدمات 24 ساعته داشته باشید، شما آن را با بایسکل و یا موتر انجام داده نمی توانید. ربات ها ممکن زمان بیشتر مفید واقع شوند که جاده ها از موترهای خودران پر باشد. همه تحلیلگران کاهش موترها را در جاده ها پیش بینی می کنند. این بدان معناست که فضای بیشتری برای چیز دیگری وجود خواهد داشت. شرکت اینوویا در نظر دارد امسال این ربات را به بازار عرضه کند. همچنان در سال جاری شرکت پودوتک چینی ربات موسوم به بیلابات را معرفی کرد. این ربات مردم را در انتقال غذا از آشپزخانه به میز نان کمک می کند. این پشک روباتیک مجهز با هوش مصنوعی است و با لمس کردن گوشهایش واکنش نشان می دهد. می تواند درک کند که ظرف ها روی آن گذاشته شده است یا خیر. همانطور که در این اعلان تجارتی شرکت پودوتک دیده می شود، نمونه های قبلی ربات پودو در حال حاضر در بیش از 20 کشور جهان در رستوران ها و هتل ها به کار برده می شود. و همچنان طوری که در اعلان تجارتی شرکت اینوویا به نمایش گذاشته شده، چه در داخل یک رستوران و یا روی جاده، ربات ها به سرعت در حال افزایش هستند و در زندگی روزمره ادغام می شوند. شمار از این ربات ها ممکن انسان ها را کمک کنند و شمار دیگر هم ممکن وظایف مردم را اشغال کنند. زیمبابوی په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د وبا له امله تر نامعلوم وخته پورې د قرنطین حالت اعلان کړ. په دې اعلان سره د هغو خلکو ژوند نور هم سخت شو چې په ډیرو ستونزو یې ځان ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. خو د دغه هیواد په یو شمیر کلیوالو سیمو کې ښځې د برقي موټرسایکلونو په چلولو سره پیسې ګټي. نور حال په ریپورټ کې. په دغه درې ټایر لرونکي موټرسایکل باندې چې هم به نومیږي، سیمه ییزه روغتیا پاله په میتسي موتونیا د خلکو د اړتیا وړ عاجل طبي خدمتونه ترسره کوي. پاپا نکټنګا ګوشاندسه همبا د همبا موټر سایکل روغتون ته د ناروغانو رسول او بیرته کورونو ته راوړل اسانه کړی دي. په خو به ډیرو مېرمنو د ترانسپورټیشن در نشټوالي له امله په کورونو کې زیږون کوو چې اوس د غشمیره ډیره راکمه شوې ده. موتینیا په اوسط ډول هر ورځ څلور کسان کلینیک ته وړي او نورو ناروغانو ته درمل انتقالوي. هغه تیر کال د همبا موټر سایکل چلول پیل کړل. هغه وایي د ښځو یو 15 کسیز ګروپ دغه موټرسایکل په میاشت کې د 15 امریکایي ډالرو په بدل کې په کرایه نیسي. ښځې په کلیوالو سیمو کې د اور لپاره لرګي وړي، د څښاک اوبه راوړي او ماشومان ښوونځیو ته بیایي.
په همدې خاطر د موبیلټی فار افریکا شرکت و پتایل چې د هغوی ستونزې کمې کی. د موبیلټی فار افریکا شرکت د همبا د موټر سایکلونو د خدماتو چارې تنظیموي. چلوونکي وایي د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راوستای. کوټنی دا کوونی په خو به موږ تر 2 کیلومتر پورې لرګي په سر لګول اوس موټر سایکل دغه مشکل را حل کړی دی. د همبا موټر سایکل په لمر باندې چارجیدونکو مستعملو بیټریو چلیږي او تر 3 کیلومتر واټن پورې چارج ساتي. د دې پروژې هدف کلیوالي خزي دی. موږ ته معلومه شو چې هر خزه د موټر سایکل د اخستو وس نه لري. په همدې خاطر موږ پریکړه وکړه په هغه خزو یې خرڅوو چې د اخستو وس لري او هغه خزو ته یې کرایه ورکوو چې د اخستو وس نه لري. د موبیلټی فار افریکا شرکت اوس د دغې امتحاني پروژې د دوهمه مرحله په تطبیق کار کوي. په راتلونکي مرحله کې به د همبا موټر سایکلونه د 1500 امریکایي ډالرو په بیه د عامو خلکو لپاره خرڅلاو ته وړاندې شي. از آغاز شیوع ویروس کرونا سالن‌های سینمایی برای تماشاچیان بسته است. برای جبران درآمد از دست رفته، برخی از سالن‌های سینمایی در آمریکا با شرکت‌های عرضه‌کننده فیلم همکار شدند تا فیلم‌های جدید را از طریق آنلاین در سینماهای مجازی به نمایش بگذارند. در رابطه توجه کنید به این گزارش. بحران ویروس کرونا برای سینماهای آمریکا فاجعه بار بوده است. از آغاز این بحران تا کنون شرکت‌های بزرگ تولید کننده فیلم در هالیوود نمایش فیلم‌های جدید مانند مولان شرکت دیزنی و آخرین سلسله فیلم جیمز باند موسوم به نو تایم تو دای شرکت MGM به تعویق افتاده است. تولید کننده های مستقل و شرکت های سینمایی کوچک بیشتر ضرر دیدند، زیرا در کل درآمد آنها کم است. شرایط دشوار باعث ایجاد سینمای مجازی آنلاین شده است. مایکل روزنبرگ مسئول خدمات عرضه فیلم های جدید از طریق آنلاین است. نظریه اینجا دو عامل دارد. یکی این است که فیلم های خود را به مردم عرضه کنیم و دوم به نشر فیلم ها از طریق سینما ادامه دهیم تا در حالی که دروازه هایشان بسته است منبع درآمد داشته باشند. سینمای مجازی کاربرد بسیار ساده دارد و از طریق وبسایت filmmovement.com به نشر می رسد. تماشاچیان با کلیک کردن یک دکمه می توانند فیلم های جدید مورد نظر را انتخاب و تکت الکترونیکی را خریداری کنند. قیمت ها تغییر نکرده و عاید به دست آمده میان مالکان سالن های سینمایی و عرضه کنندگان فیلم ها تقسیم می شود. این فیلم ها در نتفلیکس و هولو قابل دسترس نیست و تماشاچیان فیلم های خارجی و فیلم های کلاسیک را خریداری نمی کنند. اما شماری از فیلم‌های مشهور خارجی قابل دسترس است. فیلم کورپس کریستی یکی از 5 فیلم نامزد شده در بخش بهترین فیلم‌های خارجی جوایز اسکار و چند فیلم دیگر اینجا است. اما سینمای مجازی خدمات فراتر از عرضه فیلم از طریق آنلاین دارد و افراد جامعه را در این شرایط دشوار با هم نزدیک نگه می‌دارد. The biggest thing about going to a movie in a public place is بزرگترین مزیت رفتن به دیدن فیلم در مکان عمومی بودن با مردم و صحبت در مورد فیلم است. ما گفتگوهای مجازی را با فیلمسازان برای انداختیم و با استفاده از این تکنولوژی فیلمسازان را از ماساچوست، آیرلند و بازیگران سینما را از لس آنجلس به صحبت دعوت می‌کنیم. خانم موبین به این نظر است که حتی پس از باز شدن سالن‌های سینمایی شماری از مردم از همین طریق فیلم خواهند دید. پس از باز شدن سینماها مردم شاید در قطارها ایستاده شوند، زیرا خیلی تشنه بودن در میان مردم و دیدن فیلم در پرده بزرگ سینما خواهند بود. این بود داشته های این هفته کاروان. آرزو دارم تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر میخوایم یادآور شوم که برای دیدن دوباره برنامه کاروان و مطالب جالب از جهان تکنولوژی، دیدن صفحه فیسبوک کاروان و وبسایت و صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا را فراموش نکنید. تا بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.